عرض سلام دارم خدمت شما خانم جلیلی. این کلماتی که در این ویدیو خدمت شما توضیح میدم رو با یک دقت فوق‌العاده‌ای کار کنید و دقیق تمرین کنید. کلمه قد، یه حرکتی با نصف قلم اینجوری داریم، حرکت دوم جوری برمیگردیم که یه مقدار اینجا خالی بمانه. این میشه کلمه، این میشه سر قاف در کلمه قد. این زیرش هم اتصالی که وصل میشه بهش همون ید هست، ولی یه خورده آزادتر. این زیر باید فضای باز باشه. خب از این وسط ما باید این پاشنه رو بهش اضافه کنیم. ببینید خیلی ظریفه، شبیه ره هست، سنگینی این قسمت به اندازه ره نیست. این کلمه قد. کلمه شناسد هم به این صورت می نویسید. ببینید وقتی که شین رو کشیدید، شین که کشیدید، اتصال کشیده به کلمه نا خیلی مهمه که حتما به این صورت. ببینید اینجا باید یه ذره خالی باشه، این خیلی مهمه، این یه نکته. یعنی اینجوری نشه، اینجوری نشه، اینجوری نشه، این خوب نیست. اینجا یه بایی بهش متصل میکنیم، پهنتر از بای معمولی، یعنی یه پهنای قلم و یه ذره. این حرکت، این قسمتش خورده دشواره. ویدیو رو چند بار نگاه کنید. کلمه شد یا شد، این ستا دندانه رو دقت کنید، این یک، این دو. خب من میدونم الان شما تعجب کردید و قصدمم این بود که تعجب بکنید، چون که شما دارید اینو بزرگ مینویسید. من اینجوری نوشتم که به شما بگم که این خیلی درشت نوشته نشه و جمع جور بنویسید. همین کلمه شد یا شد، این دندانه رو برداری، کلمه بید هست. اما تو نوشتن دقت کنید اینجور بنویسید. اونو من گفتم که این نکته به شما بگم، تو نوشتن اینجور بنویسید. یک، دندان فشرده، دندان دوم، اینا فاصله هاش قد هم نیست. حواستون به این نکته باشه. از اینجا تا اینجا هم ارتفاع زیاد نشه. از خود این حرکت وام میگیریم، قلمو میذاریم تو خود این، تو دل این حرکت، و این ید رو بهش اضافه میکنیم. پس ارتفاع اینجا زیاد نمیشه. حالا یه بار دیگه نگاه کنید. به این صورت اینجور نشه که شما سه تا دندانه بنویسید بیاد اینجا یک کمونه بکنه بعد بخواید اینو اضافه کنید. این باید قشنگ در گردش باشه. اینم همینطور. پس کلمه شناست، کلمه قدر رو دقیق تمرین کنید و مشقتون رو برای من ارسال کنید.